سلام جمعه اول آبان 1394 23 اکتبر 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه خبرگزاری رویترز گزارشی داده در خصوص اینکه امپراتوری چندین میلیارد دلاری آقای خامنه ای که از جمله مؤسسات زیر نظر ایشون ستاد اجرایی فرمان هشت ماده امام با 95 میلیارد دلار سرمایه هست با رفع تحریم ها بسیاری شرکت های زیر نظرش آزاد میشن از جمله قراردادی 500 میلیون یورویی در خصوص صنایع دفاعی از سوی شرکت قدیر متعلق به مجموعه با یک شرکت ایتالیایی همینطور مجموعه ستاد اجرای فرمان امام شرکت های رو در آلمان، آفریقای جنوبی و سایر نقاط دنیا تأسیس کرده که الان امکان کار ندارند و اگر تحریم ها از سوی اداره خزانداری امریکا برداشته بشه امکان فعالیت پیدا میکنند اما مسئله آقای بابک زنجانی که به گفته وزارت نفت بیش از ده هزار میلیارد تومان بدهی داره و پشتش به بیت رهبری محکم بوده به آقای وحید حقانیان و باز پرداخت نمیکنه ابعاد جدیدی پیدا کرده وزارت نفت و دولت ایران با ترکیه صحبت کردند که شرکت انور ایر رو که سهامش متعلق به دو نفر از کارگزاران آقای بابک زنجانی یعنی مهدی شمس و قدرت تانسل حسش رو بتونند مصادره بکنند برای بخش از بدهی های وزارت رفت که گفته میشه احتمالا توفیقی نخواهند داشت سهام نیوز هم خبر داده از قول سایت آمد نیوز که در روز سهشنبه گذشته در منزل آقای الله کرم که رهبر انصار حزب الله بوده و این روزها پسرش هم وردست او شده و گروه های سرکوبگری رو درست می کردن دباس شخصی هایی که به جان مردم میافتادند افتادن تیه سالیان متعدد به خصوص در دوره جنبش اصلاحات و بعد از اون جلسه ای بوده که آماده دارن میشن سازماندهی می کنند برای انتخابات پیش رو دوباره برخورد با مخالفین و همینطور برخورد احتمالی با مؤسسات یا شرکت هایی که ممکن است وابسته به شرکت های امریکایی باشن مثل مکدونالد یا کی که گفته میشه شرکتی در ایران تاسیس شده که قرار است بعدا نمایندگی اونها رو بگیره و حضرات از پیش آماده به آتش کشیدن آنها شدن آقای ای در نامه ای که برای تایید مشروط برجام نوشته بود آخر نامه این رو اضافه کرده بود که کالای مصرفی از آمریکا نباید وارد بشه بیشتر مراد ایشون همینجور مؤسسات بود چون فکر میکنه لابد فرهنگ آمریکایی را با خودش میاره و اگر نه که مهمترین کالای مصرفی مواد غذایی مثل گندم و قلات و غیره که از امریکا وارد میشه موضوع دوم این که کانون سنفی معلمان ایران در نامه‌ای به سخنگوی این کانون محمود بهشتی لنگرودی که در زندان به سر میبره از او خواهش کرده که اعتصاب غذای خودش رو دوباره شروع نکنه برای اینکه بعد از اعتصاب غذای شش روزه بهشتی لنگرودی نماینده دادستان قول داد که ظرف دو هفته به خواسته او که اعاده دادرسی, دادرسی عادلانه و رسیدگی عادلانه به پروندش هست رسیدگی کنه اما دادستان دو هفته گذشته و به وعده خودش عمل نکرده بهشتی لنگرودی آماده از سر گرفتن اعتصابه ولی کانون سنفی به دلیل سلامت او و این که دادستان چند روز بیشتر وقت خواسته خواهش کرده که اعتصاب غذای خودش رو دوباره شروع نکنه 500 کارگر معادن زغال سنگ البرز شرقی هم در اعتراض به اینکه خصوصی سازی این شرکت باعث شده املاک عراضی و مایملک اون در زد و بند به بخش خصوصی راندخور واگذار بشه دست به اعتصاب زدن و جالبه که کارکنان و کارمندان مجموعه هم به کارگران بلافاصله پیوستند و در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی تجمع کردند بعد از اینکه به خصوص مدیرعامل شرکت دست به افشاگری زد و نشان داد که چگونه در واقع به اسم خصوصی سازی اموال این شرکت داره حیف و میل میشه موضوع سوم این که آقای روحانی در نامه جواب به نوعی جواب آقای خامنه ای رو داده ضمن استقبال و تعارفات از اینکه آقای خامنه ای برای اجرای برجام دستور داده اما به درستی در واقع نشان داده که آقای خامنه ای مقدمات ماجرا رو هم نمیدونه از جمله آقای خامنه ای در نامش گفته بود که رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا باید کتبا بنویسند که تحریم ها لغو میشه در حالی که در روز تایید شدن شروع اجرای برجام که بعد از مصوبه مجلس ایران و گذشتن قانون از کنگره امریکا بود قرار بود که این کار بشه و هم رئیس جمهور امریکا و هم اتحادیه اروپا کتبا نوشتن که در روز اجرا یعنی زمانی که ایران تمام تعهداتش رو انجام داده تحریم ها رو لغو خواهند کرد البته معلق میشه بعد از یک دوره هشت ساله لغو میشه و این کتبی نوشتن رو آقای روحانی به رخ آقای خامنه ای کشته که قبلا انجام شده ضمن دفاع هم کرده از برجام و گفته که بدون اجرای برجام مشکلات کشور حل نمیشه خبری که دیروز هم دادیم آقای سیامک نمازی که شرکت آتی بهار رو در زمان آقای رفسنجانی درست کرده و منبع مالی پشت نایاک لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن و آمریکا هست در تهران دستگیر شده معلوم شده که اطلاعات سپاه دستگیر کرده آقای نمازی رو و در واقع این دنباله دعواهایی است که در درون حاکمیت وجود داره و احتمالش زیاده که اطلاعات سپاه آقای نمازی رو هم به جیسون رضایان وصل بکنه و یک سناریوی مفصل درست بکنند برای اینکه هم روحانی رو بکوبند و هم برجام رو و هم این سناریویی که این روزها مطرح کردن نفوزی ها و در همه جا هستن و همین که ابزاری رو که برای لابی درست کردن از دستشون بگیرن آقای باهنر نایب رئیس مجلس هم سراحتا اظهار نظر کرده که مجلس در دست اصلاح طلبان معتدل هم نباید بیفته و زمنان آرزو کرده که آقای ناطق نوری بیاد در انتخابات و دلش نرم بشه موضوع چهارم این که آقای عادل جبیر وزیر خارجه عربستان عنوان کرده که اگر بخواهیم داعش رو حذف کنیم اسد باید بره این درست خلاف حرفی است که روسیه این روزها میزنه ایران هم میزنه که بدون اسد امکان حذف داعش نیست دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داده از اینکه روسیه در یکی از بمبارانهاش بیمارستانی رو در لازقی بمباران کرده که 13 نفر از جمله دو تن از کارکنان بیمارستان کشته شدند اما موضوع آخر اینکه آقای امیر معاون وزارت خارجه فرمودند که ایران دنبال اینکه اسد تا ابد بماند نیست. جناب مصباح یزدی هم سراحتا فرمودند که صحیح نیست بگوییم مردم خودشان عقل دارند و می توانند انتخاب اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی